دیابت، مرض قند، بیماری قند خون و یا علائم اسم دیگه که برای این مریضی میارن و دربارش توضیحاتی میدن. تو این ویدیو میخوام درباره دیابت باهاتون صحبت کنم، بهتون بگم که اصلا چطور اتفاق میفته، عوارضی که میتونه برای بیمار داشته باشه چیه، درمانش به چه شکل هست و البته انواع متفاوت دیابت رو با هم دیگه بحث میکنیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخرین دقیقش نگاه کنیم. سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. اسم من محمد مهدیه. تو این ویدیو میخوام یه توضیح کامل درباره دیابت بدم. نمیخوام ویدیوم خیلی علمی بشه که بقیه نتونن ازش استفاده بکنن و از اونورم نمیخوام خیلی عامیانه باشه که بچهای علوم پزشکی این ویدیو رو از دست بدن. یه چیزی بین این دوتا میخوام باشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خودمون، ازتون میخوام دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. این ویدیو رو حتما لایک کنید، توی قسمت کامنت ها هم نظرتون رو بنویسین. اگه سوالی تو طول ویدیو واسهتون پیش اومد حتما ازم بپرسین. قول میدم تک تک کامنتاتون رو جواب بدم. دیابت چیه؟ تعریفی که میخوایم در مورد دیابت داشته باشیم، میتونیم بگیم یه سری اختلال ها هستن که توی سیستم درون‌ریز همون اندوکرین ما ایجاد میشن و در نهایت باعث میشه که بدن یا انسولین ترشح نکنه یا اگه ترشح میکنه سلولای بدن نسبت به انسولین مقاوم شده باشن و در واقع کارکرد انسولین از بین میره. نتیجه همه اینا این میشه که قند خون ما یا همون گلوکوز خون ما بالا بره و کاهش پیدا نکنه. اینجوری بهتون بگم، دیابت یه بیماری مزمنه و وقتی که اتفاق بیفته تا آخر عمر با فرد بیمار همراه هست و فرد درمان پیدا نمی‌کنه و البته پرهزینه ترین بیماری بین بقیه بیماری‌های مزمن هم هستش. یه جور مرگ آهسته است به خاطر اون عوارضی که ایجاد می‌کنه و مشکلایی که توی بیمار به وجود میاد به خاطر دیابت. اگر کنترلش نکنن و ما دیابت کنترل نشده رو توی بیمار داشته باشیم، میتونیم مرگ زودتر از موعد رو توی بیمار داشته باشیم. مثلا فرد اگر قرار بشه توی 80 سالگی بمیره، اگر قند خونش رو کنترل نکنه احتمال داره تا سن قبل از 60 فوت بکنه. حالا انواع دیابت چیان؟ ما چند نوع دیابت داریم، همونطور که شنیدین مثلا میگن دیابت نوع 1، نوع 2. بیاین در مورد انواع دیابت با هم دیگه صحبت کنیم. اولا دیابت ما به 4 دسته تقسیم می‌کنیم. خب دو تا اول که همون دیابت نوع 1 و نوع 2. اوایل فقط همین دیابت نوع 1 و نوع 2 بود. بعد دیدن آقا یه سری دیابت ها هستن که نه توی نوع 1 تقسیم بندی میشن نه توی نوع 2. اومدن تقسیم بندی رو عوض کردن و تبدیلش کردن به دیابت نوع 1، نوع 2، دیابت حاملگی و البته دیابت پنهان. خب بیاین دونه دونه این دیابت ها رو با هم دیگه بحث بکنیم در موردش و توضیح کامل هر کدومو بدیم. دیابت نوع 1 همون دیابت جوانان و یا دیابت وابسته به انسولین. توی این افراد در واقع بدن توانایی خودش رو تو تولید انسولین از دست میده. ما یه سری سلولا داریم توی پانکراسمون به نام بتا سلول یا همون بتا سل ها. سلولای بتا توانایی خودشون رو از دست میدن و یا در واقع تخریب میشن و نمیتونن که انسولین ترشح بکنن. عللش هم میتونه خب علل ژنتیکی باشه، میتونه علل محیطی باشه و یا علل ایمونولوژیکی. بیشتر افرادی که به این نوع دیابت مبتلا میشن جوون هستن و در زمان تشخیصشون هم بدنشون لاغره و لاغر اندامه. تو این افراد همونطور که گفتم انسولین اصلا ترشح نمیشه، پس برای ادامه زندگیشون نیاز به استفاده مکرر از انسولین دارن. حالا سوال پیش میاد، میگن آقا اگر مریضایی که دیابت نوع 1 دارن به هر دلیلی انسولینشون رو استفاده نکنن و طولانی مدت مثلا این باشه و به مدت طولانی خلاصه نیان و انسولینشون استفاده نکنن، چه اتفاق واسه شون میفته؟ عارضه ای که واسه این افراد در واقع پیش میاد و ما تو این افراد میتونیم ببینیم کتو اسیدوز دیابتیه. کتو اسیدوز دیابتی در واقع یه جور ایجاد کریستال های کتونیه، یه جور اجسام کتونی توی خون بیمار ایجاد میشه و این در کل باعث میشه که اسیدیته خون افزایش پیدا بکنه یا همون پهاش خون بیاد پایین و در نهایت هم یه سری علائم رو برای بیمار ایجاد میکنه. اون علائم چیان؟ تهوع، استفراغ، تاکیپنه، تنفس بوی کتون، در واقع اون نفسی که میکشن بو اگر شما بخواییم بکنیم بوی بدی میده، تاکیکاردی، بی اشتهایی
کتونوری. این کتونوری به معنی وجود کتون و اجسام کتونی در داخل ادرار. غیر از اینا اگر که شما به موقع به بیمارستان نرید و مشکل رو رفع نکنین، سطح هوشیاری بیمار کاهش پیدا میکنه. این کاهش سطح هوشیاری میتونه تا حدی پیش بره که بیمار وارد فاز کما بشه و حتی ما بیمار رو از دست بدیم و مرگ رو برای بیمار داشته باشیم. دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 این شکلیه که بدن و سلولای بدن نسبت به انسولین مقاوم میشن، یعنی انسولین خون طبیعیه و عملکرد پانکراس در تولید انسولین هم کاملا طبیعیه، ولی بدن خودش نسبت به انسولین مقاوم شده. شروع این در واقع دیابت همونطور که چند لحظه قبل بهتون گفتم برخلاف نوع 1 تدریجی، یعنی به مرور زمان اتفاق میفته. شایع ترین نوع دیابت هم همینه. بیشتر افرادی که دیابت دارن این نوع دیابت رو دارن. بیمارا بیشتر چاقن زمانی که ما تشخیص دیابت روشون میذاریم و احتمال ایجاد کتواسیدوز دیابتی هم برخلاف نوع 1 توی نوع 2 نادره. معمولا هم توی خانواده های این آدما یه زمینه ای وجود داشته و مثلا افراد نزدیک خانواده هم به این نوع دیابت مبتلا شدن. دیابت حاملگی. آقا این دیابت حاملگی یعنی چی؟ بچه ها به هر نوع تغییر ناگهانی سطح گلوکوز خون که ما رو مشکوک کنه به بیماری دیابت، اگر در زمان حاملگی و بارداری اتفاق بیفته ما بهش میگیم دیابت حاملگی. علتش هم یه سری هورمونان که از جفت در زمان حاملگی و بارداری ترشح میشن. این هورمونا میان روی انسولین اثر میذارن و اثر انسولین رو در واقع از بین میبرن. بهتر اینجوری بگم، انسولین اثر خودش رو از دست میده و بی اثر میشه. شروعش هم توی 3 ماهه دوم و سوم حاملگی هست. این مادرها معمولا بچه هایی که ازشون به دنیا میاد نوزادهای درشتی هستن، یعنی وزن نوزاد بیشتر از 4 کیلوگرمه. یه مطلب دیگه هم که در موردش باید بهتون بگم اینه که دیابت حاملگی بعد از اینکه حاملگی تمام میشه دوتا اتفاق امکان داره بیفته. یکی این که خب از بین میره و مادر دیگه دیابت نداره که خب خیلی خوبه، مشکلی هم واسه مادر ایجاد نمیشه. و نوع دومیش و احتمال دوم اینه که به محض اینکه حاملگی تمام میشه این دیابت میمونه و از بین نمیره، تبدیل میشه به دیابت نوع 2. در مورد دسته اول اینو باید بهتون بگم، وقتی که حاملگی تمام میشه و اون دیابت از بین میره و علائم دیابت دیگه بر اون افراد نیست، ما نمیتونیم بگیم خب دیابت تموم شد و دیگه این افراد در خطر نیستن. چرا؟ احتمال این که در مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد این مادرها دوباره دیابتشون برگرده و این بار دیابت نوع 2 و دائم پیدا بکنن تو این افراد زیاده. حالا عوامل خطرش چیان؟ عوامل خطر یکیش چاقیه، یکیش سابقه دیابت حاملگی توی بارداری قبلیه، دیگه یکی دیگه سابقه خانوادگی هست، یعنی مثلا اعضای نزدیک خانواده دیابت حاملگی داشته باشن، و یکی دیگه هم سابقه به دنیا آوردن نوزاد درشته، یعنی مثلا قبلا مادر بچه بالاتر از 4 کیلو به دنیا آورده. اینا میتونه باعث ایجاد دیابت حاملگی توی فرد بشه. دیابت پنهان یا همون دیابت ثانویه یا همون دیابت شیرین. این نوع دیابت بیشتر تو اونای اتفاق میفته که سابقه بیماری‌های پانکراس رو دارن یا مثلا سابقه بیماری‌های غدد درآمیز رو دارن یا اینکه مصرف داروهای کورتیکواستروئید رو قبلا داشتن و یا از در واقع داروهای استفاده کردن که حاوی استروژن بوده. این افراد بیشتر کسایی هستند که بالای 45 سال سن دارن و البته که آدم های چاقی هن و بی ام آشون بیشتر از 25. در مورد بی ام آی اینو بهتون بگم، بی ام آی یا همون شاخص توده بدنی نحوه محاسبهش این شکلی که این ور الان داریم میبینیم. محاسبه بی ام آی به این شکلی که ما میایم وزن رو به روی مجذور قد متر میکنیم، یعنی مثلا اگر فرد 80 کیلوگرم وزن داره و قدش 1.8 متره، میان توی صورت 80 مینویسیم، توی مخرج هم 1.8 به توان 2، یه عددی به دست میاد که نرمالش در حدود 19 تا 25. برای تشخیص این نوع دیابت ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یک، از تست OGTT یا همون تست تحمل گلوکوز خوراکی استفاده بکنیم، و دومی کاری که میتونیم بکنیم در واقع استفاده از تست قند خون ناشتاست.
بیاین با قند خون ناشتا شروع بکنیم. بعد از 8 ساعت ناشتا بودن ما میایم قند خون بیمار رو چک میکنیم. اگر زیر 100 باشه اوکیه، هیچ مشکلی نداره. اگر بین 100 تا 125 باشه نشون دهنده مشکل هست و تست ما مثبته. حالا OGTT یا همون تست تعامل گلوکوز رو چطوری میگیریم؟ ما میایم اول قند خون ناشتای بیمار رو میگیریم، بعد از 2 ساعت میایم 100 گرم محلول گلوکوز به بیمار میدیم که بخوره. بعد از اون 1 ساعت که گذشت میایم قند خون بیمار رو چک میکنیم. برای مثبت شدن تست و تشخیص دیابت، اگر 1 ساعت بعد از خوردن این 100 گرم قند خون بیمار بالای 190 باشه تستمون مثبته. اگه بعد 2 ساعت بالای 165 باشه بازم تستمون مثبته. اگر بعد از 3 ساعت قند خون بالای 145 باشه بازم تستمون مثبته و ما میتونیم تشخیص دیابت رو روی این بیمارا بذاریم. خیلی خوب، انواع دیابت تموم شد. بیاین الان در مورد ریسک فاکتور و عوارض و درمان و نحوه تشخیص این بیماری با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. با ریسک فاکتور شروع میکنم. ریسک فاکتور یا همون عوامل خطر توی بیماران دیابتی به چه شکل هست؟ چند تا عامل خطر هستن که میتونن فرد رو مستعد به ابتلای دیابت کنن. مثلا فشار خون بالا، مثلا سن بالای 45 سال، چاقی، سابقه خانوادگی، سابقه تولد نوزاد بالای 4 کیلوگرم، سابقه دیابت حاملگی، چه حالا خود فرد در بارداری قبلی و البته توی خود خانوادش. علائم: پرخوری، پرنوشی، پرادراری، خستگی، مرمور شدن و گزگز کردن دستا و به خصوص اندامای تحتانی و پاها، کاهش ناگهانی وزن، تغییر سطح بینایی و البته یه چیزی که خیلی معروفه، زخمایی که توی اندامای تحتانی مثل پاها واسه این بیمارا ایجاد میشه. در واقع این زخمای شکلیه که دیر خوب میشن، چه حالا توی قسمت‌های تحتانی باشه چه هر جای دیگه بدن باشه. علامت دیابت اینه که زخمای بیمار دیر خوب میشه. راه‌های تشخیص: یکی از راه تشخیص همین وجود علائم، یعنی علائمی که بهتون گفتم، علائم کلاسیک دیابت شما میاد توی بیمارتون میبینین و بررسی میکنین. دومیش قند خون ناشتاست. سومی قند خون 2 ساعت بعد از غذاست. به این شکل 2 ساعت بعد از غذا میایم قند خون بیمار رو میگیریم و نباید بالاتر از 200 باشه. یه راه دیگه هم که هست و این یه جور پایش طولانی مدت تریه، تست A1C. ما یه هموگلوبینی داریم که وقتی قند خون به مدت طولانی زیاد بشه توی خون بیمار، یه جور هموگلوبین گلیکوزیتت در واقع ایجاد میشه و در کل بگم یه هموگلوبین خاصه و این وقتی که توی دیابت یا ما اینو زیاد داشته باشیم میتونیم تشخیص دیابت بدیم. حالا نرمالش چقدره؟ اولا که باید بگم اینو با درصد ما تعیین میکنیم و عدد نرمالش هم زیر 7%. روش های درمان به 2 شکله. یکیش درمان پیشگیرانه هست، یعنی شما میخواین پیشگیری بکنین از حالا یا ابتلا یا بدتر شدن اوضاع، که میتونید با رژیم غذایی و ورزش این کار رو بکنین. و روش دوم درمان هم درمان نگهدارنده است. شما میتونید با دارو درمانی و کنترل فشار خون این بیماری رو نگه دارین و نذارین که بدتر بشه. در مورد رژیم غذایی خیلیاتون میدونید که مریضای دیابتی باید قند خونشون رو کنترل کنن. به خاطر همین باید تو رژیم غذایشون یه سری تغییرات رو ایجاد بکنن و از یه سری مواد غذایی دوری بکنن. حالا اون مواد غذایی چیان؟ ما توی مریضای دیابتی پیشنهاد میکنیم که غذاهایی که مثلا کارخونه‌ای ان و فراوری شدن رو مصرف نکنن. چرا؟ چون این مواد غذایی که غالبا هم شیرینن، قندی دارن که سریع جذبه، یعنی وقتی شما میخورین خیلی سریع قندتون میره بالا و خیلی سریع هم میاد پایین. مثل نوشابه، مثلا حبه های قندی که ما با چای بون میخوریم، مثل شکلات، مثل آب نبات، مثل آب میوه هایی که توی مغازه وجود داره، اینا همشون باعث میشه که قند خون خیلی سریع افزایش پیدا کنه و خیلی سریع هم کاهش پیدا کنه. یه اشتباهی که در واقع دیابتی ها میکنن اینه که میگن آقا مثلا با چایمون به جای قند خرما بخوریم. خرما طبیعیه، قند خون رو زیاد بالا نمیبره. اتفاقا خرما هم قند خون رو خیلی میبره بالا. میوه‌جات مثلا هندوانه، مثل خربوزه، این میوه‌هایی که شیرینن
قند خون رو میبرم بالا، ولی فرقی که دارم با اون مثلا قند، مثلا آب میوه‌ای که داخل مغازه هست، فرق اینه که نوشابه قند رو خیلی سریع میبره بالا، سریع هم میاره پایین، ولی میوه‌های شیرین قند رو آروم میبرن بالا، آروم هم میارن پایین. جفتشون قند رو افزایش میدن، ولی یه جورایی بین بد و بدتر شما باید یکی رو انتخاب بکنید. جفتش خطرناکه ولی یکی خطرناکتره. شما باید از هر کدوم اینا که میخواین استفاده بکنید میزان کمی رو استفاده کنید. حتی اون خرما، حتی در واقع میوه‌های طبیعی که شما میخورید، اونا هم باید مصرفشون محدود بشه. غیر از اون، کسایی که دیابتین نباید از روغن‌های حیوانی استفاده بکنن. باید توی رژیم غذایشون سبزیجات رو بیشتر بکنن و پروتئین ها رو هم تا جایی که امکان داره از غلات و حبوبات استفاده بکنن و گوشت رو زیاد مصرف نکنن. ورزش. آقا تاثیر ورزش به چه شکلیه؟ ورزش اصلا چه جوری باعث میشه که دیابت شما درمان پیدا بکنه؟ اولا که باید اینو بگیم، ما وقتی ورزش میکنیم نیاز به سوخت داریم. سوخت بدنمون، اون مصرف انرژی بدنمون میره بالا. سوخت بدن چیه؟ گلوکوزه، یعنی همون قند خون. و ورزش میاد اون قند اضافه که توی خون شما هست رو میسوزونه و از این نظر برای مریضایی که دیابتین یا در شرف دیابتی شدن هستن خیلی خوبه. غیر از اینایی که بهتون گفتم، ورزش واسه سیستم قلبی و عروقی هم خیلی خوبه. یه عارضه‌ای که دیابت واسه افراد ایجاد میکنه بیماری‌های عروقی. ما با ورزش میتونیم این عارضه‌ها رو به حداقل برسونیم. دارو درمانی. یکی از بزرگترین و مهمترین داروهایی که ما ازش استفاده میکنیم انواع انسولین است. در مورد انسولین یه ویدیو جدا میخوام بگیرم، چون یک بحث به شدت مفصله و چه حالا داروهای خوراکی کامل در موردشون صحبت میکنن. دکمه زنگوله رو همین الان بزنین بچه‌ها، چون به محضی که اون ویدیو آپلود بشه بیاین و اون ویدیو رو ببینین و از دستش ندید. و البته عوارض. چه عوارضی بیماری دیابت واسه مریضا داره؟ ما سه تا عارضه رو میتونیم نام ببریم. سه تا عارضه در واقع بزرگن که واسه مریضا اتفاق میفتن. اولی سندروم هایپوگلایسمی. سندروم هایپوگلایسمی یعنی چی؟ یعنی کاهش قند خون. دیدین پزشک به مریضای دیابتی میگه آقا حتما یه شکلات توی جیبتون باشه که اگر فشار خون، عذرخواهم، قند خونتون افتاد، زدم تو فشار خون یه لحظه، اگر قند خونتون افتاد بتونین استفاده بکنین. این دقیقا برای همونه. یکی از عوارض میتونه کاهش قند خون ناگهانی باشه. چرا این اتفاق میفته؟ بچه غالبا این مریضا واسه خودشون یه رژیم غذایی خاصی دارن یا حالا ورزش میکنن. در کل از یه سمت سعی میکنن که اون قند خون دریافتیشون رو کم کنن، یه قند دریافتیشون رو کم کنن با رژیم غذایی، از یه سمت دیگه با ورزش رو یا حالا اگه دارو مصرف میکنن، انسولین مصرف میکنن، اون قند خون موجود در خون رو کاهش بدن. برای همین اگر مثلا یه استرسی بهشون وارد بشه یا ناگهانی مثلا میگم ضربان قلبشون بره بالا به هر دلیلی، احتمال داره که کاهش قند خون پیدا بکنن. پس یکی از عوارض خیلی مهمشه، باید بهش دقت بشه. دومین عارض کتو اسیدوز دیابتی بود که من در موردش کامل صحبت کردم. سومین عارض هم بیماری های عروقی. خود این بیماری های عروقی به چند دسته تقسیم میشن. اولیش بیماری های عروق بزرگه. مثلا کدوم رگا؟ رگای مثلا کرونر. خب بیماری های قلبی واسه این افراد ایجاد میکنه اگر که کرونر درگیر بشه. در مورد این قلب درد و بیماری های قلبی من یه ویدیو ضبط کردم به نام آنژین. میتونین اون ویدیو رو کامل ببینین، این بالا یا این بالا میاد واسه تون. غیر از اون توی دسکریپشن هم لینکشو گذاشتم، حتما اون ویدیو رو ببینین، خیلی مفیده. دوم بیماری عروقی که میتونه واسه بیمار ایجاد بشه بیماری عروق محیطی. به این شکلی نبض محیطی بیمار کاهش پیدا میکنه، یا مثلا درد توی قسمت های پا دارن، تو قسمت ساق پاشون درد دارن، یا مثلا میلنگن. این عوارض میتونه واسه شون اتفاق بیفته. سومین عارضه که میتونه برای عروق فرد اتفاق بیفته عارضه یا همون بیماری عروق مغزی. تو این افراد ریسک سکته گذرای مغز و سکته دائم مغزی هستش و شما باید اینو کنترل بکنین و مواظب بشین. چهارمین عارضه عروقی هم عارضه عروق کوچک. خودش باز به چند تا تقسیم میشه و چند تا مشکل ایجاد میکنه. اولیش رتینوپاتی دیابتی. رتینوپاتی یعنی چی؟ یعنی آقا کوری، مشکلای بینایی. بیشترین دلیل کوری غیر تروماتیک همین دیابته. بذارین غیر تروماتیک رو اول بهتون بگم که چیه.
غیر تروماتیک یعنی آقا عارضه به خاطر ضربه نبوده، یعنی فرد تصادف نکرده، ضربه به چشمش وارد نشده، آسیبی وارد نشده و به خاطر بیماری کم کم بینایش کم شده و بعد رفته به سمت کلیه. غیر از اون نفروپاتی رو ما داریم. نفروپاتی یعنی چی؟ یعنی بیماری کلیوی. کلیه این افراد کارکردشون رو به مرور زمان از دست میده و در نهایت هم میره به سمت از بین رفتن کلیه و نارسایی حاد کلیوی. مشکل دیگه که واسه این مریض اتفاق میفته نوروپاتی دیابتی. نوروپاتی دیابتی به معنی بیماری سلولای عصبی. تو این بیمارا حس درد کاهش پیدا میکنه. و مشکل آخری که این مریضا دارن خیلی معروفه، همتون شنیدین. مشکل آخر زخم پای دیابتی. این زخم ها حالا میتونه به خاطر کفش تنگ پوشیدن اتفاق بیفته، ایجاد بشه، یا به خاطر ضربه ایجاد بشه. در کل وقتی این زخم ها ایجاد میشه خوبم نمیشن از اکسن. و اگر شما بیمارتون اون رژیم غذایش رو حفظ نکنه و دیابتش رو سعی نکنه که کنترل بکنه، زخم هی بد و بدتر میشه. به خاطر همین خیلی هاتون شنیدیم میگن آقا فلانی رو دکتر بردش اتاق عمل و مثلا انگشت پاشو قطع کرد یا از مش به پایین قطع کرد. این به خاطر اینه که اون عارضه زخم در واقع رشد نکنه و مشکلات بیشتری رو واسه بیمار ایجاد نکنه. قبل از اینکه ویدیو رو تمام کنم میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. میخوام در مورد فاز یا مرحله پیش دیابتی صحبت کنم. بچه ها برای اینکه مریضمون یعنی آدم سالم تبدیل به مریض دیابتی بشه یه فازی رو طی میکنه. خب به این فاز ما میگیم فاز دیابتی. یعنی اول سالم فرد، بعد میاد توی فاز دیابتی، بعد میشه مریض دیابتی. حالا چرا این واسه من انقدر مهمه؟ دلیلش اینه که اگر ما مریضمون رو توی این فاز تشخیص بدیم و بفهمیم که فرد دیابت داره و خطر احتمال ابتلا به دیابت توش هست، میتونیم با حالا اون رژیم های غذایی که بهش میدیم، میتونیم با ورزشی که واسش تنظیم میکنیم این فاز پیش دیابتی رو طولانی تر بکنیم تا ابتلا فرد به دیابت به تعویق بیفته و بتونه فرد زندگی بهتری رو داشته باشه. مرسی که این ویدیو رو تا این لحظه نگاه کردین. لایک، کامنت، شیر یادتون نره. یه سر به ویدیوهای قبلی کانال من بزنین. مطمئنم که محتوای اون ویدیو هم براتون مفید هست. پیج اینستاگرامی و کانال تلگرامی من حتما دنبال بکنید. از محتوایی که اونجا براتون گذاشتم استفاده بکنین. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین. خداحافظ.